تیپ رزمارا در حقیقت قربانی مسئله نفت شد. بله. توجه کردید، همونطوری که شاه فقید قربانی مسئله نفت شد، منتها به یه نحوه دیگری. ترور سپه و رزمارا بود معلول و همگون شدن سه تا عامل بود. یکی عامل خارجیش بود که شرکت های نفتی امریکا بودن. ببینید، سپه و رزمارا موفق شده بود در اون زمان، بعد از اینکه اون قرارداد گشگلشایان به اصطلاح قابل قبول نبود، ایشون یه قراردادی بسته بودن با شرکت نفت، همون قرارداد کنسرسیوم گشگلشایان. نه، کنسرسیوم بعد از کودتای 28 مرداد انجام شد، بعد از 1332 یا 33 انجام شد. نه، سپه و رزمارا موفق شده بود با شرکت نفت قراردادی ببنده، 50-50، یعنی 50% سهم ایران باشه، 50%. این برای اون روز واقعا عجب بود. این مطلب رو عرض کنم که روی مسائل نفت، چون از برنامه‌تون خارجه، این مسئله نفت ایران، نفت عراق، نفت کویت و عربستان، نفت منطقه خلیج فارس، از سال 1944 در زمان جنگ که روزولت رفت منطقه، یه سری مسائل و تقسیم و اینا شد که به هر حال مطلب نفت ایران، نفت عراق و نفت غیر از مال عربستان که آرامکو رفت زیر دست کامل امریکایی‌ها، اینها با هم قراردادهایی بسته بودن که بعد از جنگ بین خودشون قسمت بکنن. وقتی جنگ تموم میشه، انگلیس‌ها شروع میکنن به جر زدن، اون 42% امریکایی‌ها رو نمیخواستن بدن. در نتیجه قربون، این بحران نفت ایران از 1043-44 از کنان که شروع شد. و بعد وقتی که این قرارداد امضا شد، 50-50 گرفته بود رزمارا، شرکت های نفتی آمدن و انگلیس ها رو راضی کردن. در اون موقع چرچیل هم نخست وزیر انگلیس بود، $300 میلیون امریکایی ها دادن و انگلیس ها رو راضی کردن که صرف نظر بکنن از این قرارداد 50-50. و اونها بودن که این پروژه ملی شدن نفت رو اونا دادن. و این هست که من فحش زیاد و ناسزا از این جبهه ملی ها میخورم. توجه کردید؟ بله. برای اینکه رزمارا به اینا گفت ما نمیتونیم، قادر نیستیم که نفتمون رو تولید بکنیم و صادر بکنیم. اونا اون روز گفتن او این نوکر انگلیس هاست و اون فلان ها. نه، این است که سیاست خارجی همگون شد، سیاست داخلی قربون. سپه و رزمارا یکی از عمرای تنها امیر ارتشی بود که جوان بود و محبوب بود و این البته مقدار مسائل رو ایجاد کرده بود، نگران کرده بود و حسادت رو بر علیه ایشون برانگیخته بود. مطلب دوم، همگون شدن ملی مذهبی ها، یعنی جبهه ملی با فدایان اسلام که عکساش هست که میبینید، اینها آمدن در یک جلسه ای که جبهه ملی تشکیل دادن. حسین مکی بود، عرض کنم که خصوص کارگردان ها مکی بود، بقایی بود، حسین فاطمی بود، کاشانی زاده بود، شمس قنات آبادی بود، توجه کردید، نریمان بود، یکی از این برادران لنکرانی، توجه کردید. اینها عرض کنم که به پیشنهاد حسین فاطمی به نواب صفوی میگن شما اگر رزمارا رو از بین ببرید، ما یک حکومت اسلامی تشکیل میدیم. توجه کردید، اینجا بازوی فدایان اسلام به این صورت رو میشه. ولی اون موقع یک عامل سومی پیدا شد، دربار و آقای اسدالله علم. توجه کردید؟ بله بله. چون سپه و رزمارا با گلوله های اون خلیل طهماسبی که یه هفتیر کوچیک قرازه ضعیفی داشت که خاطر نبود پالتوی نخست وزیر رو سوراخ بکنه، یه تیرایی هم در کرده بود، متو شروع کرده بود شعار دادن که الله اکبر من خائن کشته به اینا. سپه و رزمارا با گلوله کلت ارتش کشته شد. برای که من عکس جنازه برادرمو دارم، کسانی که جنازه برادرمو دیدن با من صحبت کردن، رئیس بیمارستان سینا با من صحبت کرد، از دکتر حکمت پزشک قانونی با من صحبت کرد. تیمسار رزمارا با سه تا گلوله کلت ارتش کشته شد. و اینجا عرض کنم که بازوی عامل اصلی توطئه دربار توسط اسدالله علم،
این قربون حقایقی است که وجود داره. به هر حال مطلب دربار ایران اون روز بود و او سازماندهی کرد به ترتیبی که سپاه رزمارا اون روز اطلاع بهش داده بودن. برادر خانومش شادروان محمود هدایت برادر خانومش بود، اونو به عنوان معاون نخست وزیر فرستاده بود به مسجد شاه. علم وقتی که از اصفهان میاد همراه اون خانم میسلیمتون که ظاهراً وابسته مطبوعاتی بود ولی در حقیقت عضو اصلی MI6 انگلیس بود در ایران، مسز لیمتون از اصفهان ساعت 5 حرکت میکنن، میان میره به مسجد شاه، میبینه نخست وزیر نیست، میاد به نخست وزیری و اصرار میکنه که ایشون جناب نخست وزیر آیت الله فیض از آیت الله های مهمه، شما باید که تشریف بیارید. ایشون رو برمیداره میبره و بعدم صحنه مسجد شاه رو درست کرده بودن. وقتی که نخست وزیر وارد میشه بلندگویی شروع میکنه به اعلان کردن، جناب نخست وزیر تشریف آوردن، جناب نخست وزیر از راه رو عبور فرمودن، جناب نخست وزیر از آن از کنار حوض رد میشن، اونجا صدای گلوله ها بلند میشه. این اصل مطلبه و این کسانی که با من صحبت کردن، من عکس جسد برادرمو دارم، این گلوله هایی که باز شده گلوله اون هفتیره چیزی گلوله های کل که ارتشه و این به خاطر این بود که شایع شده بود که این آدم یه آدم مقتدریه، این یه آدمی است که ارتش دستشه، آدمی است که نفوذ داره و این میخواد که این قرارداد 50-50 هم که امضا کرده شب عید اعلان کنه و زیر پای شاه فقید رو جارو بکنه و کودتا بکنه. اینا ساخته بود. خیلی متشکر از توضیحاتتون. نواب صفوی رو قبول چند بار در دربار در کاخ ملکه پهلوی ملکه مادر دیده بودن. این آقا گفتم آقای اوستا یک مصاحبه مفصلی که 7 قسمته این الان وجود داره روی انترنت، اگر شما تشبه توی یوتیوب ها توی یوتیوب مهر تیوی بزنید یوتیوب رزمارا، تمام اینا هستش. مال در حدود 6-7 سال پیشه که من مصاحبه کردم یا 8 سال پیش.